مردم پرتغال در انتخابات روز یکشنبه این کشور جناح سیاسی دیگری برای کشورشان انتخاب کردند. برای بررسی پیامدهای این انتخاب با نونو سارایبا، معاون سردبیر روزنامه دیار و دونوتیسیاس انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. مردم پرتغال آشکارا به دولت سوسیالیست و آقای سوکراتش نگفتند. به نظر شما این انتخاب چه پیامی برای شرکای اروپایی و به ویژه برای آنهایی که برای کمک به پرتغال بیمیل بودند دارد؟ این انتخاب حاوی این پیام است که از این به بعد پرتغال شرایط سیاسی کاملا پایداری برای ایفای تعهداتش دارد. یک پیام داخلی هم دارد و آن نه بزرگ پرتغالی ها با آقای سوکراتش است. همانطور که همه می دانند یادداشت تفاهم مورد توافق با کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول توسط حزب سوسیالیست و دو حزب دیگری که همکنون قدرت را در دست خواهند گرفت به امضا رسیده است. برکناری جوز سوکراتش از قدرت، فضای گفتگوی میان سه حزب اصلی به وجود خواهد آورد که تا کنون وجود نداشته است. می توان انتظار داشت که از نظر سیاست داخلی اجرای تمام تعهدات خارجی کشور حمایت شود. آیا این تغییر سیاسی می تواند به خارج اطمینان بیشتری بدهد یا برعکس یک دولت ائتلافی باعث کاهش اعتماد به توان انجام تعهدات مالی کشور خواهد شد؟ برعکس، اولین نشانه ها مثبت است. بازارها واکنش بسیار مثبتی به نتایج انتخابات و پیروزی جناح راست میانه نشان داده اند. بهره بدهی حکومت پرتغال نیز مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش یافته است. بنابراین واکنش های اولیه مثبت است. علاوه بر این شرکای اروپایی نیز همکنون با یک واقعیت سیاسی مواجهند که آن ثبات سیاسی 4 ساله برای اجرای تعهدات پرتغال است. رهبران دو حزب ائتلافی به طرفدارانشان قول‌هایی دادند. آیا شما فکر می‌کنید این دولت جا برای مانور سیاسی داشته باشد یا اینکه درگیر توافق‌های صورت گرفته با طلبکاران بین‌المللی پرتغال باقی بماند؟ من فکر می‌کنم دست و پای این دولت کاملاً با تفاهم صورت گرفته با صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا بسته است. قول‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده شد، صرفاً صحبت‌های پیش از انتخابات بود. هنگامی که پدرو پاسوس کوئلو و رهبر دیگر حزب ائتلافی به قدرت برسند، خواهند فهمید که کاملاً در توافق‌های صورت گرفته از سوی حزب سوسیالیست گرفتار خواهند بود. پدرو پاسوس کوئلو قول کاهش تصدی دولت در مرحله ریاضت اقتصادی کشور را داده. به نظر شما باید منتظر چه نوع دولتی بود؟ پدرو پاسوس کوئلو این فرصت را دارد که با کاهش تعداد وزرا دولت کوچکتری داشته باشد. او می تواند تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد، اما توافق با حزب دیگر ائتلافی برای این کار بسیار دشوار خواهد بود. نونو سرایفا، muito obrigada. Nada.